به نام خدا. سلام، من طه مجیدی ام. امروز سوم تیر ماه سال 98 به توییت نمای امروز خوش اومدید. موضوع امروز برنامه‌مون ریختگران که احتمالاً دیگه اسمشو شنیده باشید، برادران ریختگران که اسمشون به عنوان ابرمفسدان اقتصادی توی پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی رو مطرح میشه، یکی هم که همین بانک سرمایه است که این روزا داره دادگاهش برگزار میشه. خب میریم سراغ توییت‌ها ببینیم چه خبره. خب اولین توییت از میلاد گودرزی براتون بخونم. میلاد گودرزی سردبیر برنامه تلویزیونی شهرداد که این روزا حسابی افتاده به جون این آقایون مفسد اقتصادی، یک شمع ریختگرانی که مستند واسش تولید کردن، دمشون هم گرم. اولین توییت از میلاد گودرزی براتون میخونم. نوشته چرا هشتگ ریختگران مهم است؟ ریختگران یکی از دانه دروش های پرونده بانک سرمایه است که اگر او را به پای میز محاکمه بکشانیم بهتر میتوانیم سراغ بقیه برویم. متهمین این پرونده سه لایه‌اند. لایه اول و پایین ترین سطح همین هایی هستند که الان در حال محاکمند. ادامهش، لایه یک مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره هستند که عمدتا ماشین امضا بوده و اگرچه متخلف و مستحق محاکمه هستند اما طراح نبودند. لایه دوم طراحان و شبکه سازان نظیر ریختگران و محمد امامی هستند. و لایه سوم شیوخ و آقازاده های در سایه هستند که در مقام توصیه و ناظر نقش ایفا کردند. قسمت سوم توییتش، دادگاه ها تا اینجا انصافا با نقش آفرینی دقیق، قاطع و عادلانه قاضی و نماینده دادستان خوب پیش رفته، اما مطالبه ما ورود قاطع به لایه دو و سه است، ورودی که شاید به عزمی فراتر از ارکان دادگاه نیاز داشته باشد. ما هم بازیگران لایه دو و سه را شناسایی کرده و یکی یکی معرفی خواهیم کرد. دمشون گرم، میتونید برید مستندش رو توی کانال آوان تی وی ببینید حتما. خب میریم سراغ توییت ها. یحیی خواجه نوشته جای خالی یک ابربدهکار بانکی در این روزهای دادگاه های دزدان بیت المال. ریختگران چه ناگفته هایی سر به مهری از شبکه فساد در دستگاهی مختلف دارد که با وجود بدهی هزار اندی میلیاردی بدون احتساب جرایم و دیرکتهایش همچنان از مسئولیت فولادی حتی در دستگاه قضا برخوردار است. علی احمدیان فکر چرا ریختگران باید صاف صاف بیرون باشه و بچه‌هاش تو دبی اشغال کنن با پول ملت؟ محاکمه ریختگران حداقل انتظار در عملی شدن عدالت و برخورد با دانه درشت‌ها در دوره مدیریت رئیس قوه جدید محسوب میشه. واقعا همینطوره. صادق نوشته کی اختلاس کرده؟ ریختگران. کی بانک سرمایه رو بالا کشید؟ ریختگران. همین متهمانی که این روزها بابت اختلاس تو بانک سرمایه تو دادگاه می‌بینم از کی اسم می‌برن؟ ریختگران. ریختگران الان کجاست؟ خونش. قوه قضاییه. چرا؟ سید مهدیار نوشته پیگیری جدی ماجرای ریختگران یه بخش از کاری است که میلاد گودرزی داره انجام میده، ولی حس میکنم اتفاق اصلی که داره میفته تقویت روحیه مطالبه گری بین افراد دغدغه مند و بالا رفتن امید برای به نتیجه رسیدن کار. درست. میمه بامزی نوشته خب اینجوری که به نظر میاد باید آقای ریختگران رو هم یا زودتر صادر کنن کانادا یا یه جوری تمومش کنن، چون این قصه سردار ببخشید نه سر دراز دارد ظاهرا. این سردار هم برید تو مستند ببینید چیه دیگه. محمد رضا رشیدی نوشته شنیده ها کی از اونه که آهنگ داره میریزه یه جور پیام رمز بین دولت و ریختگران بوده. داره میریزه، ریختگران میریزه. به خاطر همین قوه قضاییه هنوز نتونسته مدارک رو رمزگشایی کنه و متهم رو به دادگاه بکشونه و گفتن بذار بریزه. حسین اکبری نوشته انقدر حاشیه توسط این دولت درست میشه که داستان ریختگران در بانک سرمایه به هیچ عنوان رسانه‌ای نمیشه. معرفی میکنم حاشیه و عملیات فریب جدید این روزها قهر کردن جهانگیری با حسنی. ماجراشو شنیدید دیگه، دیروز دعواشون شده آقای روحانی با جهانگیری. جنلی نوشته برادران ریختگران بدون یک ریال پول نقد فقط با شرکت‌های کاغذی و ضمانت‌نامه‌هایی از بانک‌های دولتی تونستن 40% از سهم بانک سرمایه رو بخرن. بعد هم به اسم یک دانشجوی بیکار 250 میلیارد تومان از بانک خودشون بدون هیچ ضمانتی وام بگیرن. حقیقتاً هولی شت. تن آرسن لوپن تو گور لرزید. شرلوک هولمز نوشته اینکه جوانان انقلابی پای عدالت‌خواهیشون از موارد سطحی مثل فلان عکس توی پیج شخصی رسیده به مطالبه عمومی از قوه قضاییه برای محاکمه دانه درشتی مثل ریختگران، یعنی داریم رشد میکنیم واقعا. خب اینم توییت آخر. خیلی ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.